سلام، امروز سوژه آوردیم واسه تون فوق‌العاده از لو رفته های یک وهابی. با ما همراه باشید. این شخصیتی که میبینین مجری یکی از شبکه های وهابیت یعنی موحد خرمیه که توی یک لایو با یه شیعه امیرالمومنین ادعا میکنه تولد گرفتن بدعت و حرامه و اصلا در اسلام نبوده و غربی ها وارد کردن. این کلیپ رو با هم ببینیم. خوبی؟ حال خوبه؟ من عالیم الحمدلله جانم. مخلصیم ارادت. تبریک میگم شب ولادت امام علی رو. خودتون تبریک بگید، ما ولادت و شهادت برامون اهمیت نداره، برای هیچ کسی. آها بله، حتی پیغمبر خدا، حتی رسول الله علیه السلام، پیامبر اسلام در زمان حیاتشون نه خودشون، بیتشون، نه صحابه پیامبر تبریک نگفتن. ما اصولا تولد یک رسمیه که از خارج از اسلام وارد اسلام شده. همینطور که دیدین تولد گرفتن از دید این آقا بدعت و شرک و کار کفاره. قبل از این که وارد زندگی شخصی خودش بشیم بهتره که نظر یکی دیگه از علمای اهل سنت رو در مورد تولد گرفتن ببینیم و بیایم این کلیپ رو ببینیم. موضوعی که دردآور هست، متاسفانه در فضای مجازی گاهن مشاهده میشه، بعضی ها در وضعیت خودشون میذارن، میبینیم که جشن مولود برای فرزندانشون میگیرن، جشن تولد در اصطلاح ما شما جشن تولد، احتفال در عربی احتفال مولود، جشن تولدی که امروز در بعضی خانواده ها که متاثر از فرهنگ غیر شدن، یعنی فرهنگ دیگران بر اونا تأثیر گذاشته، متاسفانه میبینیم که برای بچه هاشون، برای پدر، مادر، پرزند، زن و شوهر، برای هم دیگه روز خاصی رو اختصاص میدن، روز همسر، روز شوهر، روز نمیدن فلان، روز مادر. این چیزایی که در جامعه مشاهده میکنیم از زیرا اهل سنت اینا مردود هستن. اما امان از وقتی که دم خروس بیرون میزنه و معلوم میشه اصلا اینها به این چیزا اعتقاد ندارن و زندگی شخصیشون مخالف این گفته هاست. ما یه سری به صفحه شخصی پسر این وهابی زدیم و دیدیم این وهابی که شیعه رو مشرک و بدعت گذار میدونه واسه آقا کوچولوش نه یک سال، نه دو سال، بلکه 3 سال جشن تولد گرفته، هدیه خریده و این کار دیگه بدعت نیست و تو زندگی اینها عادیه. این عکس صفحه شخصی امین خرمیه که باباش موحد وهابی براش درست کرده و عکس جشن تولد 2 سالگی و 3 سالگی و 4 سالگیشو توی این پیج پست کرده. جالب اینجاست که میبینیم عمه خانومشونم پایین این پست ها کامنت گذاشته و قربون صدقه این آقا کوچولو رفته و جشن تولد واسهش تبریک گفته. نه تنها عمهشون، دایشون هم تبریک گفته. و سوال ما اینجاست، یا اینکه کل خانواده شما مشرک و بدعت گذارن، یا اینکه شیعه کارش صحیحه و اینکه تولد ائمه رو تبریک میگه و عید میگیره بدعت نیست. و بدانند کسانی که همچین مراسماتی میگیرند که تولد درست میکنند، اسم بچه رو روش مینویسند، اونو در وضعیت میذارند، در فضای مجازی منتشر میکنند. دیگران اگر از شما تقلید کردند، گناه دیگران در گردن شما هم هست. و بالاتر از این، من تشبه به قوم فهو منهم، از این بالاتر چی هست؟ این شعار غیر مسلمین هست. یهود و نصارا کریسمس دارند، یهود و نصارا برای خوشن مراسم جشن تولد و این مراسمات میگیرند. اما اینی که شیعه در ایام ولادت اهل بیت جشن میگیره و در ایام مصائبشون عزاداری میکنه واسه اینه که داره پرداخت اجر رسالت رسول الله رو میده طبق آیه قرآن که خداوند فرمودن قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر به اینها بگو من از شما اجری نمیخوام مگر اینکه ابراز محبت به ذوی القربای من داشته باشین. و ابراز محبت به ذوی القربای پیغمبر همین شاد بودن در ایام شادیشون و عزاداری کردن در ایام عزادار بودنشون.